رودخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راه‌هایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکن. ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی. سازمان فضای مجازی سراج چه ماهیت حقوقی داره؟ نقش حاکمیتی داره؟ دولتی، خصوصی یا یه سازمان مردم نهاده؟ وابسته به چه نهاد یا مؤسسه‌ایه؟ از چه سالی آغاز به فعالیت کرده؟ الان چه فعالیت‌هایی انجام میده؟ مهمترین دستاوردهاش تا الان چی بوده؟ این سوالات رو حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در توییترش مطرح کرده. نیروی امنیتی سابق که حالا انگار با این نهاد امنیتی مشکل پیدا کرده. اما سازمان سراج واقعا چه نهادیه؟ در سایت رسمی سراج اومده مأموریت اصلی سازمان فضای مجازی سراج کمک به تحقق اهداف و چشماندازهای انقلاب اسلامی در فضای مجازی با استفاده از ظرفیت مجموعه های خودجوش مردمی فعال در این عرصه است. در این توضیحات به کلیات بسنده شده و اشاره به نحوه حمایت این سازمان و میزان و منبع تامین بودجه نشده. این سازمان همچنین زیر مجموعه های متعددی داره با دفاتر رسمی در همه استانهای کشور. رئیس این سازمان ضعف فعالان مجازی انقلابی رو تولید محتوا میدونه و میگه اگر اونا افرادی رو دارن که به نظام جمهوری اسلامی و حجاب حتاکی میکنن، در مقابل ما هم خواهران و برادران حزب اللهی و انقلابی زیادی داریم که باید خودشون رو نشون بدن. امینی همچنین خطاب به فعالان فضای مجازی میگه کار جبهه‌ای و آتش به اختیاری که رهبری فرمودن رو فراموش نکنیم. در شبکه‌های اجتماعی تعداد بالای فالوورها، کامنت‌ها و لایک‌ها باعث بیشتر دیده شدن و بالا رفتن میزان نفوذ کاربر میشه. یه کاربر عادی که در دنیای واقعی و مجازی شناخته شده نیست، فقط میتونه با انتشار محتویات جالب و خاص فالوورها و لایک‌های بیشتری به دست بیاره و تأثیرگذار باشه. پروسه زمان‌بر و پرزحمت. اینجاست که سازمان سراج وارد عمل میشه. هزاران کاربر هماهنگ شده و تعلیم دیده با اکانت‌های فیک و حقیقی به طور سیستماتیک شروع به فالو کردن و لایک کردن همدیگه میکنن و به سرعت و بدون تولید محتوا یک سپاه سایبری با فالوورهای زیاد درست میکنن. در نتیجه میتونن با مطالبی حتی بی محتوا یا ساختگی مطالب دیگران رو تحت شعاع قرار بدن، در رأس قرار بگیرن و با اذهان عمومی بازی کنن. در همین راستا اکانت هایی هم با ظاهر مخالف ایجاد می کنن. به عنوان اسب تروا برای جلب اعتماد کاربران مخالف حکومت و نفوذ یا تزریق اولیه خبرهای دلخواه به اونها. کاربری به نام دختر خورشید که خودشو فمینیست و برانداز معرفی میکنه، به ظاهر با نگرانی خبر از دستگیری صاحب اکانت یار دبستانی میده که در توییتر در مخالفت با جمهوری اسلامی فعالیت میکنه. لحظه بعدم به طور مشخص از نوشین جعفری اسم میبره و ادعا میکنه که با اون آشناست و نگرانشه. اکانت دختر خورشید با این توییت برای اولین بار بذر شایعه ارتباط نوشین جعفری با اکانت یار دبستانی رو در فضای مجازی میپاشه. جوابی هم به اکثر کاربرانی که به سرعت به ماهیت ساختگیش پی بردن و معترضن، از جمله خود کاربر یار دبستانی، نمیده و خونسا عمل میکنه. این سیستم تخریب در پوشش خبررسانی در توییت‌های گذشته این کاربر هم به وضوح دیده میشه. کمی بعد اکانت‌های حکومتی به طور منسجم و هماهنگ با بازنشر و استناد به این توییت شروع به پخش گسترده این شایعه می‌کنند و خواستار مجازات سنگین برای نوشین جعفری به دلیل توهین به مقدسات میشن و تعلق اکانت یار دبستانی به اونو اثبات شده جلوه میدن، به طوری که چند شخصیت معروفم که از نزدیک با جعفری و خصوصیات اخلاقیش آشنان عکس‌العمل نشون میدن و این شایعه رو باور نکردنی اعلام میکنن. این در حالیه که دستگیری این عکاس حرفه‌ای تئاتر و سینما از سوی منابع مطلع تایید شده، اما تا این لحظه دلیل بازداشت و اتهامش از سوی مقام‌های قضایی و رسمی اعلام نشده. جالب این که اکانت یار دبستانی همچنان فعاله، به روال سابق به این خبرها واکنش نشون میده و همزمان به تهدیدهایی اشاره میکنه که از زمان دستگیری جعفری شدت گرفته و بهش میگن اکانتش رو ببنده. با این همه سپاه سایبری همچنان به پخش این دروغ ادامه میده و
دست از پرونده سازی و تخریب علیه نوشین جعفری بر نمی داره. این رفتارهای اخیر سپاه سایبری جمهوری اسلامی در توییتر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شبکه‌های اجتماعی در عرصه سیاسی فقط برای بی‌اعتبار کردن فعالان برانداز یا اپوزیسیون که عمدتاً سالهاست اصلاحات در ایران رو غیر ممکن می‌دونن و انتخابات رو تحریم می‌کنن. حالا در آستانه انتخابات مجلس و شورای شهر باید شاهد موج تازه‌ای از دستگیری‌ها و اخبار افشاگرانه لشکر سایبری باشیم که از مدت‌ها قبل برای فعالان عرصه مجازی تور امنیتی پهن کردن. قربانی کردن افراد بیگناه برای زهر چشم گرفتن و رسیدن به اهدافشون، سوء استفاده سیستماتیک از ابزار ارتباطات جمعی برای تفتیش و تحمیل عقیده و ایجاد دودستگی و دشمنی بین مردم از جمله روش‌های دیرینه حکومت اسلامی برای ادامه حیاتشه. سیستم عقب افتاده‌ای که حتی ترفنداش برای زدن مخالفانش هم در چشم همه نخنما شده. عزیزان میتونید موضوعهای پیشنهادیتون رو در قالب مقاله، عکس، صدا یا ویدئو برای ادمین‌های آموزشکده توانا در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر یا به ایمیل ما یعنی tu@tavana.org ارسال کنید. اگه هم دوست داشتین زوم با هر اسمی که شما بگین، چه مستعار چه حقیقی، ازتون به عنوان منبع نام میبره. بذارین به گوش برسه.